تو خسته نمیشید. من تا یادم گاه تو مشهد اکرام بود آقا سینما فردوسی خیلی شروع سینمایی بود که خب فیلم فارسی میزد و فیلم های هندی میزد ولی فیلم گاف خیلی شلو بود. نه بابا آره به خدا من اینجا یادم نمیره گاف بعد از قیصر مشهد اکران شد بهمن تو تهران هم بعد از قیصر اکران شد شما کپی اکران شد تک سینما اکران شد ولی اینجا خیلی گنی من اینجا یادم نمیره تماشایی که میرفتن سینما و میومدم از جنس تماشایی سینمای فردوسی عرب رو عوض کرده یادش بخیر خیلی شما خاطره دارین از گاف دیگه آره دیگه این یاد مثلا ما عوضی که یک سال نیم که توقیف بود خواستن دیگه ما شما بعد 46 ساختیم فیلم ما بله 46 47 میتونم 46 47 ساختیم بله آره. 48 دیگه حاضر بود یک سال نیم فقط توقیف بود که بعد اون جمله رو اضافه کردم بهش دیگه یک سال نیم آره و اونم به خاطر فشاری بود که اون جشنواره شیراز آقای قطبی وارد بود ولی پروانه گرفتن اون اصلا باشه این اولین بار در شیراز نشون داده شد بعد از یک سال جشن هنر و خیلی گل کرده اینا و اینا یه خود توش موندن و فلانی حرفا که حالا بذاریم یا نذاریم اینا که بعد خلاصه در فستیوال ونیز یه دفعه شرکت کرد بعد خلاصه فیلم من هم خیلی خیلی اونجا گل کرد دیگه تیتر درشت اومده و ریولاسیون دلیران یعنی کشف بزرگ از ایران چیز رو درشت کوریال لدرسه روزنامه خیلی معروف شده اینه زده بود و بعد عکس فیلم انداخته بود فلان یه حرفا من مشتسم نیستم من گاب مشتسنم از گاب تا اشباه فکر میکنم که اخیراً تحت شرایط فضای سیاسی اجتماعی فرهنگی رو رویتون خیلی تأثیر گذاشته یعنی نمیشه واقعا هنرمند زارن از فضا تأثیر نگیره این فضا رو یک کم تشریح کنید برای کسانی که در واقع شما رو بشناسن که این فضا رو هنرمند چجوری تأثیر میذاره حالا بسیار زیادی روی هنرمند تأثیر میذاره یعنی شما در چه بخوای چه نخوای در یه جامعه داری زندگی میکنی در ارتباط با آدم های دیگه هستی با مراکز نهادهای دولتی هستی برای ارائه کارت این ور اون ور اینا دائما با روانشناسی های مختلف سرکار داری که هی باید خودتو نسبت به اونها وفق بدی و این خودش یه انرژی کاذب خیلی زیادی از تو میبره و یعنی آزاد نیستی راحت نیستی که بتونی مثلا با شعف، با یه نوع همون رواد و ویف با اون حس عالی میدین هیجان آفریدندگی و فلان یه حفا ویف راحت مثلا یه کاری رو انجام بدی بهش همش هی دائما امواج مختلف هی میزنه تو کلت به همین دلیل که اشباح مثلا یه دفعه در این موقعیت خاص تاریخی زندگی من به وجود میاد داری که مثلا من این رو شاید 10 سال پیش مثلا مد نظر داشتم خیلی هم ربطی به نمایشنامه ایبسن رفته یه مقدار نه. خیلی هم ربط نداره یعنی یکی اختباس ها آزاد میشه گفتی که تقریبا ببین من این اتفاقا یه اصطلاح خیلی جدیدی مد شده در اومده به نام اپروپریشن که توی نقد جدید و به اصطلاح استتیسیزم زیباشناسی جدید این خیلی چیز داره اپروپریت یعنی شما تصرف میکنی یک متنی رو میدی اشما به تصرف شما تصرف کرد یعنی جور تصرف اشما تو ذهن شماست دیگه آره دیگه میگیرم و بعد آره. تازه من بعد خودتون نمیدید تازه من بعد بیارم به یه ملیت و یه یعنی در حوزه و قالب اجتماعی و مثلا اگزیستانسیل خودم این رو اجرا بود. من همیشه وقتی فیلم شما میدیدم در گذشته احساس میکردم یه خود شما یه خود شاید هم بیشتر تحت تاثیر ویسکونتی هستی چون من ویسکونتی رو خیلی دوست داشتم یعنی احساس میکنم خیلی ویسکونتی رو شما تاثیر گذاشته همینطوره؟ بالا ویسکونتی رو من دو تا فیلمش خیلی خوشم اومد ولی
یکیش همون لتره ما زمین میلرزد، اون اولین فیلمش. آره. یکی هم مرگ در ونیزش. البته از آنتونیونی هم شما تاثیر گرفتین، ولی فیلمسازی اروپایی بیشتر شما تاثیر. آره من خیلی همش طرفدار سینمای اروپا بودم. اصلا تو در امریکا درس خوندین؟ آره. از امریکا که درس خوندم، در امریکا خوشبختانه دوره‌ای بود که تمام فیلمای اروپایی دائما نشون داده میشه. تو امریکا نمایش. بعد تو دانشکده بحث میشه. تو با دانشکده نشون داده میشه، دوربر دانشکده ها نشون داده میشه، تمام مثلا گودارا و نمیدونم تروفو و نوول واگ و فلان یا فلان، من همه رو دوربر دانشگاهم میدیدم تو سینمای کوچولوی این برنامه. بعد تو بحثام شرکت میکردی؟ بعد تو سینما خیلی متبلده بود. دهه 60 اوایل دهه 60 بود که بله اوج سینما ببین نوول واگ بود. با یه تمام این مایستروهای بزرگ میدونم بونوئل، آنتونیونی، فلینی، برگمان. از دهه 60 من تا واسه دهه 70. اوج سینمای اروپا و بهترین فیلم‌ها بود. آره. اصلا و بعدن هم خوب کار می‌کرد. یعنی شما مثلا که تو لس آنجلس مثلا یه دفعه آنتونیونی میومد شبش لنوت. مثلا یه 4 تا سینما نشون داده می‌شد در آن واحد. از سینمای بزرگ. شبم دوست داشتین شما مثلا ما. آره. شب خیلی خوب. آره. من این برگمان هم خیلی دوست داشتم. برگمان. برگمان دوست داشتین. برگمان خیلی. راجب اون هفت مهر هفتم جی مطلب نوشتم تو سایت انسان. اون میشه که اصلا تو ایران تأثیر گذاشت رو خیلی مهر هفتم. جدی؟ آره مهر هفتم من مقالات روشنفکرانم خوندم توی مجلاتی که همون موقع مهر هفتم اومده، حتی روشنفکران کار نویسندگان قبلی همشون تحت تأثیر مهر هفتم قرار گرفتن. این ظاهرا مهرفتون خیلی تاثیر گذاشته. خیلی خوبه. یه دوره که اومده تو ایران روشنفکری ایران خیلی تاثیر گذاشته. نه اینو من اونجا میدیدم، اونجا دیدم. شما اونجا دیدی، اینجا نیدین که. نه من اونجا دیدم. آه. و خیلی جالب بود. یعنی سینما پکت و بعد این سیاه‌سفید درجه یک پروژکسیون عالی خیلی خوب بود. اشبا سیاه‌سفیده. من احساس میکنم سیاه‌سفیدم خیلی لازم شده. خیلی فضا ساخته. فکر اولی از سناریو بود یا بعد که اومدیم جلوتر احساس کردیم که سیاه‌سفید بگیریم؟ نه از همون ابتدا دارم خواست سیاه‌سفید بگیرم مثلا. آه. شما این نسخه تو گفتین نسخه تو کوتاه کردین، یه 10 دقیقه 15 دقیقه فیلم کوتاه کردین؟ نه یه 7-8 دقیقه. 7-8 دقیقه کوتاه کردین. آره آره. برای اکران هم دست میزنین نسخه رو؟ نمیدونم حالا میخوام از اول و انتهای یه دیگه از اول تا آخرش ببینیم. ببینیم تاثیر ببینیم. ببینیم یه فکری بکنیم هم برای صداش، هم برای صدای پسره، هم برای نمیدونم چی فلان اینا، ببینیم چی میشه. چی میخواین قصه بده؟ چه این چایمو کجا گذاشتم؟ اینجا سیترو. آه. مرسی. اشبار دوست داری خودت فیلم؟ بسیار سیمایی آره. دوست داری؟ آره. به های فیلم چیز دیگه بذاری یه تراژدی که در زمان حال اتفاق میفته و من همیشه عاشق تراژدی بودم و یه جوری بیاد من به یاد مثلا تراژدی های بزرگ قدیم میندازه که چجوری یه دفعه یه بختکی میفته و یه خانواده رو همه رو مزمئن میکنه و یه دی بدون که هیچ گناهی کرده باشه همه رنج میبرن. خیلی عجیبه نی؟ تناقض وجودی. یعنی که هیچ کس کار بدی نمیکنه، همه دارن کار خوب میکنن. خانمه داره اینو نجات میده، اون یکی داره اینو نجات میده، اون یکی داره اونو نجات میده، اما در اینا همشون دارن همه رو دارن خراب میکنن. یعنی یه چیزه نخوب اون رو جالبه. آره بلایی که سر دختره. خیلی بازیگر خوبی بود انتخاب کرده بودین، هنگامه حمیدزاده است. آره 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 خیلی خوب بازیگر. آره خیلی خوبه، خیلی خوبه اصلا. یکی از بهترین بازیهای فیلمتون مال هنگامه حمیدزاده. آره است که دیپلم افتخارم گرفت با ملیکا. هم خوبه ولی هنگامه حمیدزاده چون رولش مهمتره خیلی خوب در آورد. هنگامه حمیدزاده مهمترین آرزوی من. سوال مشکلیه. Well, my most important wish is for you to be happy and stay here and don't leave us again. آقا آخرین که رمان جدید ننوشتین، چیزی تازه ننوشتین دیگه بعد از رمان قبلیتون؟ یه کاری دارم که به اصطلاح دو خاطره و دو روایت اسمشه که یه دو تا خاطره است از جایی که بودم، از
گذشته؟ از گذشته در پاریس. به خصوص یه قسمش با ساعدی بودیم و اینا و فلان این حرفا رجب ساعدی و اینا خیلی زیاد بودیم. خیلی خوب رجب ساعدی. همیشه هم این کنجکاوی هست آقا که اجازه نشنا ساعدی دست داشته یه دست نداشته. همیشه از شما سوال میخواستم. نه از همونش دیش دست نداشت. تو خیال میکنی چی هستی؟ تو کی هستی؟ من نماینده قانونی مالک این خونم. به تو یه علف بچه هم ابلاغ میکنم از امرو کار تحتیله هری بره بیرون. این اصلا قبل که من برم به پاریس مشغول نوشتنش بود. یکی این یکی هامون. هامون هم همینطور. ولی خیلی اول ترس آخه. هامون رو اول داشتم می نوشتم که به این پاریس مهاجرت کرده بودیم. که قبل اصلا در ایران ساخته بشه. آه. اگه انقلاب نمی شد. اینو اصلا قرار بود که قبل از انقلاب بسازیم. بله بله هامونو. هامون هم با سایدی کار کردن خود. نه هامون رو که من خودم بود. هامونو بعد از دایره مینا من کار کردم. و قرار بود همون موقع بسازیم و اتفاقا به وزارت فرهنگ اونجا هم دادیم و یه ایراداتی گرفتم ولی خب قبولش کردیم. اصلا بریم که بفهمن که چی بود و چی نبود. ما هم داشتیم مشغول چی داشت بودیم که انقلاب شده و دیگه همه چی بفهم. شیوه برخوردمون چیه؟ شیوه برخوردمون چیه؟ مقامات پنجگانه. نموندیم ماجدن و خاطره ای که نمیشیم بابت همون رفتن و برگشتن تونه آره خاطره. چهار سال اونجاست داره چهار. آره چهار سال دو دیگر ماله دو سه سال اونجاست. خاطره دوم چیه؟ خاطره دوم ماله برمیگرده به دبی و دستگیری من به خاطر چند تا قرص و پنج روز تجربه در زندان چیز دبی. دبی؟ آره جالبه. این ماله سال بازداشت. اخیره بازداشتگاه اونجا همین ماله چهار پنج سال پیش دو چهار سال اخیره. آره آره برای اینکه اکادمی ماله دعوت کرده بودم به اتفاق حاتمی کیا و دیگه رضا میرکریمی و اینا داشتیم میرفتیم و از هواپیما بیدار شدیم چمدونا رو گرفتیم داشتیم میرفتیم که یارو از میون همه من فقط انتخاب کرد کپیه کنار. من این خاطرات اینه دیگه هیچی ما رو گشتن و فلان و این حرفا و اینا و هیچی گیر نبوده فقط یه چند تا قرص از این آرام بخش ها بود دیگه قرص آرام بخش قرص عدالکل و آرام بخش و بگذر سپام و اینا و پدر ما رو در بوده اصلا تا صبح ما رو اونجا نگه داشتن گذارن اینه باید بره آزمایش بشه این خاطره این زندان و این خاطره همین 24 ساعت نوشتن. آره دو خاطره به یک دو روایت دو روایت دو روایتتون چی؟ یه روایتش هست به نام اون رسید لعنتی یا پول تلویزیون چی شد. سرگذاشت یک کارگردان تلویزیونیه که به اصطلاح مورد ترغیب قرار میگیره به خاطر مثلا فیلمی که ساخته و اینا مورد تشویق قرار میگیره قرار میشه که مثلا یه 5 میلیونی به این بدن ولی تا بیان به این بدن پدری در میاد. قصه نمیشین چه قصه ده؟ قصه کوتاه نمیشین. آره روایت دوم چیه؟ سس یه حدود 70-80 صفحه است اینطور مثل بلنده است کم میشه. روایت دوم سفر یه کوپل به امریکا اینا که گرفتار این لاتاری های چیز اون اوائلش که شما برنده فلان شدین به کسی هم نگین و هیچ کاری نکنین و فلان این حرفا و پرسید اینا خر میشن و زندگیشون میفروشن همه چیزشون میزن میرن اونجا به اونجا دیگه اول پدرش رو خیلی در میاد اینا ولی بعدا یواش یواش از توش در میاد. اینو دادین به انتشاراتی به جایی دادین اینو به انتشاراتی دادین چاپشه اینو؟ نه به هیچ که نیدیم به هیچی نیدیم. کتابی که روتون تاثیر گذاشته آخرین کتاب ولی ما الان هر شب کتاب میخونم مثلا شبی 200 صفحه کتاب میخونم تا خوابم ببره بنابراین دیگه نمیشه بگم آخرین کتاب خیلی چیز. چرا مثلا برگز یوسر رو چند تا خوندم ازش دنیای سگی که تا حالا نخونده بودم خیلی جالب بود بعد آنت جولیا و سکرین پلی رایت یعنی عمه جولیا و نویسنده فیلم نامه یکی از کتاب های مهم برگاس یوس هست اون کارهای اولیش که خونده بودم قبلا ولی دومت رو خوندم خیلی کار قشنگی دیگه عرض کنم از موراکامی زیاد میخونم میخونین زیاد میخونین آقا من میدونم که زیاد میخونین موراکامی رو فیلم چی آقا فیلم چی دیدین فیلم خارجی جدیدی که روتون تاثیر بذاره نه هیچ ندیدم یعنی فیلم جدید آمریکایی میبینید آره اینجوری اسکار مثلا نگاه کردم